سرخط خبرها. تعویق دوباره کنکور در ایران. وزیر بهداشت میگوید در اجرای پروتکل‌های برگزاری آزمون سختگیری خواهد شد. تلاش واشنگتن برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران. آمریکا پیشنویس قطعنامه‌اش را امروز به شورای امنیت می‌دهد. ادعای روسیه درباره تولید واکسن کرونا. پوتین میگوید روی دخترش هم آزمایش شده و نتیجه داده. و صدمات روان درمانی برای تغییر گرایش جنسی. بریتانیا ممنوعیت ارائه این نوع مشاوره روانی را بررسی می‌کند. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. بعد از هفته‌ها کشمکش و اختلاف نظر در ایران، کنکور سراسری امسال دوباره به تعویق افتاد. منصور غلامی، وزیر علوم ایران، درباره علت این تصمیم گفته سازمان سنجش برای کاهش خطر انتقال کرونا به زمان بیشتری نیاز دارد. در همین حال به نظر می‌رسد نگرانی‌ها مانع از برگزاری مراسم محرم نشده. بر اساس جدیدترین آمار وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 184 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و بیش از 2300 بیمار جدید هم شناسایی شدند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. داوطلبان گرامی، کنکور سراسری 99 با بیش از 1,050,000 داوطلب به تعویق می‌افتد. رویدادی که ممکن است خیال بسیاری را آسوده کرده باشد، اما آنقدر در اعلام آن تعلل شد که حالا آرامش بخشی از داوطلبان کنکور را گرفته. وزیر علوم ایران دوشنبه 20 مرداد از تعویق کنکور سراسری سال 99 خبر داد. منصور غلامی، وزیر علوم ایران، میگوید برای افزایش فاصله گذاری اجتماعی و همچنین بسته‌بندی دوباره دفترچه‌های کنکور بر اساس حوزه‌های جدید، کنکور باید به تعویق بیفتد. وزیر بهداشت ایران هم اینجا در ویدیویی که منتشر کرده میگوید این خواسته وزارت علوم و سازمان سنجش بوده. که این عزیزان فرمودن در این زمان کوتاه امکان این کار براشون نیست و پیشنهاد داشتن که در اواخر شهریور ماه برگزار کنند. و حال تصمیم جلسه بر این شد که اگر نمیتونن رعایت کنن این پروتکل ها رو، این زمان رو به عزیزان داده بشه و قرار بر این شد که این در ستاد ملی مجدد به شکل فوق‌العاده مطرح بشه و بررسی و انشالله اگر قرار شد تصویب بشه ابلاغ بشه. تاریخ جدید برگزاری کنکور به صورت قطعی اعلام نشده و تکلیف داوطلبان کنکور نامعلوم است. با وجود به تأخیر افتادن برگزاری کنکور، تغییری در برگزاری مراسم محرم اعلام نشده. گرد همایی دیگری که برگزاری آن نگرانی از شیوع ویروس کرونا را افزایش داده. با توجه به شکل برگزاری مراسم محرم، رعایت توصیه‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در آن دشوارتر از آزمون کنکور است. برخی مراجع تقلید مانند آیت الله سیستانی به مقلدان خود توصیه کردند که به جای شرکت در مراسم از تلویزیون و اینترنت آن را دنبال کنند. روزها برخی گزارش ها نشان می دهد که در میان مسئولان دولت بر سر چگونگی برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم اختلاف نظر وجود دارد. محمد رضا محبوبفر که روزنامه جهان صنعت او را عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا معرفی کرده، در گفتگو با این روزنامه گفته بود که فشار بر دولت برای برگزاری مراسم محرم بالاست و ظاهراً منافع عده‌ای به گونه ایست که به دولت فشار آوردند که برخی محدودیت‌ها اعمال نشود. روزنامه جهان صنعت بعد از انتشار این مصاحبه که از آمارسازی دولت درباره کرونا خبر می‌داد، توقیف شد. معاون وزیر بهداشت اما می‌گوید اختلاف نظری در ستاد کرونا وجود ندارد و اینجا در برنامه چاپ اول شبکه خبر از افت آمار بستری در بیمارستان‌ها خبر می‌دهد. در 100,000 روزانه به 4%. اگر انگشتتون رو بیارید پایین‌تر، 4%. روزانه کاهش پیدا کردیم این اسلاید بالا و از حدود 4,000 بستری در این قسمت موج دوم به حدود 3,000 تا.
شمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا به روایت آمار دولت همچنان رو به افزایش است. تحقیق بی بی سی فارسی بر اساس داده‌های پزشکی و فهرست موارد قطعی و مشکوک نشان می‌دهد که تا 3 هفته پیش آمار قربانیان کرونا در ایران احتمالاً به 42,000 نفر رسیده که نزدیک به 3 برابر آمار رسمی در آن زمان است. شرایط در زندان‌های ایران هم باعث نگرانی در ابعاد جهانی شده. نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی در ایران، اعلام کرده که در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی و بی‌اعتنایی متولیان امر به حق آزادی مشروط زندانیان در شرایط شیوع کرونا اعتصاب قضا می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر با اشاره به مخاطرات شیوع کرونا در زندان‌ها بر ضرورت آزادی بی‌قید و شرط زندانیان از جمله نسرین ستوده تأکید کرده بود. شیده هوشمندی، بی بی سی. همکارم سیامک محیط‌زاده اینجا با ما. سیامک، کمی به اون بگو در شبکه‌های اجتماعی چه خبره بعد از این خبر کنکور؟ خب بحث خیلی داغی بین مخالفا و موافقای تعویق کنکور الان توی توییتر در گرفته، به خصوص از دیشب که آقای نمکی خبری رو منتشر کرد. حالا الان موافقای تعویق کنکور هشتگ تعویق کنکور تا شرایط ایمن رو اضافه کردن، قبلا تعویق کنکور بود، حالا این هم اضافه شده بهش. مخالفان با نه به تعویق کنکور دارن بحث میکنن. بحثا خیلی داغه و هر کدوم دلایل خودشونو میارن. در واقع موافقای تعویق کنکور میگن که باید شرایط ایمن برای ما فراهم بشه و حتی خیلیاشون با این زمان یک ماه هم مخالفن، میگن این زمانیه که وزارت بهداشت و وزارت علوم در نظر گرفته و نظر ما نیست. ما زمانی رو میخوایم کنکور برگزار بشه که ایمن کامل باشیم، مثلا فرض کنید که واکسیناسیون بشیم، نمیدونم فاصله ها بتونه کامل رعایت بشه، شرایط فیزیکی دیگه برای حوزه ها تامین بشه. از اون طرف مخالفای تعویق کنکور میگن شرایط ایمن به این زودی ها تامین نخواهد شد، بنابراین چرا عقب بندازیم؟ ضمن اینکه خطر برگزاری کنکور بیشتر از پاساژگردی و مرکز خرید رفتن و اینها نیست، وقتی که شما اونجا میرین پس تو کنکور هم میتونین برگزار بکنین. موافقای تعویق باز از اون طرف میگن که خب شرایط استانهای گرم رو در نظر بگیری، توی استانهای گرم برای خنک کردن حوزه ها مجبورن پنجره ها رو ببندن و با کولر خنک بکنن، این باعث افزایش نگرانی میشه، در حالی که توی پروتکل ها هوا باید جریان داشته باشه و پنجره ها باز باشه، هوای آزاد بتونه برقرار بشه. ما موافقای تعویق میگن اگر بندازیم برای عقب‌تر ممکن هوا خنک‌تر باشه و این مشکل نباشه. از اون طرف مخالفای تعویق میگن در پاییز ما پیک دوم کرونا رو خواهیم داشت، بنابراین بهتره که الان این کنکور برگزار بشه. از طرفی باز موافقا میگن، موافقای تعویق میگن که اگر ما بریم و این در واقع یه چیزی بیش از 1,300,000 داوطلب قراره که امتحان بدن، این تعداد اگر برن و مبتلا بشن یه هزینه سرباره به دولت بابت درمان اینها و اضافه میشه. ما مخالفا میگن که عوارض در روانی تعویق کنکور رو شما در نظر گرفتین. ما امروز یه ویدیو دریافت کردیم، به پدری فرستاده بود که اتاق دخترش رو نشون میداد، وقتی خبر تعویق کنکور رو شنیده بود تمام جزوه‌هاش رو پاره کرده و ریخته کف اتاقش و ناراحته. این نگرانی ها وجود داره و بحثا بود. سیامک، هر کاری که بکنین یکی ناراحت. در حالی یکی ناراحت. سیامک محیط‌زاده، ممنونم، همکار اینجا با ما هست. در ایران سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت یک نماینده پیشین مجلس در جریان پرونده رشوه در شهرداری تهران خبر داده. این پرونده مربوط به دوران شهرداری محمد باقر قالیباف است که در حال حاضر ریاست مجلس ایران را به عهده دارد. حدود یک ماه پیش مصطفی میرسلیم نماینده این دوره مجلس گفته بود مدارک مربوط به رشوه 65 میلیارد تومانی در شهرداری تهران را به قوه قضاییه تحویل داده. هویت فرد بازداشت شده اعلام نشده. رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران از امروز در دادگاه کیفری این استان آغاز شد. آقای مرتضوی به خاطر معاونت در قتل عده‌ای از معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 در بازداشتگاه کهریزک به 2 سال حبس محکوم شده بود. او در اعتراض به این حکم درخواست اعاده دادرسی کرده بود که توسط دیوان عالی کشور پذیرفته شد. عبدالحسین روح الامینی پدر یکی از کشته شدگان و نماینده فعلی مجلس هم در جلسه دادگاه امروز حضور داشت. وزارت خارجه اوکراین گفته دولت ایران مسئول پرداخت خسارت هواپیمای این کشور است که بیش از 7 ماه پیش با شلیک موشک‌های پدافند سپاه ثابت شد. دیروز رئیس کل بیمه مرکزی ایران اعلام کرد که خسارت‌های احتمالی را باید شرکت‌های بیمه اروپایی بپردازند. خسارت این سانحه 100 تا 150 میلیون دلار برآورد شده.
ایران برای دو نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، آلمان و بریتانیا حکم صادر کرد. قوه قضاییه ایران گفته مسعود مصاحب به اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آلمان به 10 سال زندان محکوم شده. آقای مصاحب شهروند 74 ساله ایرانی اتریشی است و در زمینه بازرگانی بین دو کشور فعالیت‌هایی داشته. قوه قضاییه همچنین گفته شهرام شیرخانی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا به 10 سال حبس محکوم شده. گفته شده آقای شیرخانی وکیل دادگستری است. آمریکا پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را این هفته در شورای امنیت سازمان ملل به رأی می‌گذارد. طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت که 5 سال پیش در تایید توافق هسته‌ای صادر شد، تحریم تسلیحاتی ایران 18 اکتبر به پایان می‌رسد. آمریکا می‌گوید با برداشته شدن محدودیت‌های صادرات و واردات تسلیحات، ایران منطقه را بی‌ثبات‌تر می‌کند. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن با ما هست. خشایار، کمی به اون بگو که باید منتظر چه باشیم امروز این پیشنویس به سازمان ملل بره، بعد چه اتفاقی میفته؟ با توجه به شرایط همه‌گیری کرونا، جلسات به صورتی برگزار میشه که به محض که پیشنهاد به صورت رسمی ارائه بشه، اعضای شورای امنیت 24 ساعت وقت دارن تا به طور مجازی رأی خودشون رو بدن. بنابراین مثل سابق نخواهد که یک جلسه ای برگزار بشه و طی جلسه اعضا بیان صحبتاشون رو بکنن و مشخص بشه خیلی سریع که رأی شورای امنیت چه هست. بنابراین 24 ساعت پس از اینکه شورای امنیت این رو در دستور کار قرار بده، باید منتظر نتیجه باشیم که البته وقتی که نتیجه مشخص شه اون رو اعلام میکنن. خبرگزاری رویترز در تازه ترین گزارش خودش به نقل از دیپلمات‌های اروپایی صحبت از این کرده که آخرین تلاش‌های 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، که 2 کشور اول عضو دائمی شورای امنیت هستند، کشور سوم عضو غیر دائم و هر 3 از امضا کنندگان برجام هستند، آخرین تلاش‌های اونها با برای رایزنی با روسیه و چین برای پیدا کردن یک راه حل میانه برای اینکه اونها هم رأی بدن به قطعنامه پیشنهادی آمریکا موفق نبوده و اونها گفتن رأی نمیدن. یک دیپلمات چینی که رویترز از اون نام نبرده گفته که این کار آمریکا غیر قانونی هست و به نظر او آمریکا داره تلاش میکنه تا به برجام آسیب بزنه. به هر حال برای اینکه این قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی لازم رو بیاره که به عنوان قطعنامه تصویب بشه، که در اون صورت چین و روسیه بخوان وتو کنن یا نکنن، به 9 رأی نیاز داره. و با توجه به ترکیب اعضای غیر دائم شورای امنیت در حال حاضر که شامل کشورهایی مثل آلمان، بلژیک، دومینیکن، استونی، اندونزی، نیجر، آفریقای جنوبی و تونس هست، میشه گفت که بعضی از این کشورها کشورهایی هستن که مراودات سیاسی دارن با چین و روسیه و ممکن هست که چین و روسیه بده بستونی با اونها انجام بدن که اونها احیانا میخوان رأی مثبت به قطعنامه پیشنهادی آمریکا ندن. بنابراین اونطور که خبرنگاران و تحلیلگران در سازمان ملل متحد در نیویورک میگن که احتمال رأی آوردن حتی اگر وجود داشته باشه، باز روسیه و چین در صدد وتو این قطعنامه خواهند بود. این رو نکته هم اشاره کنم که نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل خانم کلی کرافت صحبتی کرده که گفته که گزینه‌ای جز تمدید ممنوعیت فروش سلاح به ایران نداریم و او گفته که به محض اینکه این محدودیت‌های قطعنامه 2231 شورای امنیت در مورد فروش سلاح به ایران برداشته شه، روسیه و چین بلافاصله تسلیحاتی رو به ایران می‌فروشند و این باعث میشه که ثبات بین‌المللی به هم بریزه. ممنونم از خشایار جنیدی همکارم از واشنگتن با ما. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم امروز. با اعلام تعویق 1 ماهه کنکور در ایران، ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه اضطراری درباره تاریخ جدید برگزاری آزمون تصمیم می‌گیرد. در ادامه تلاش واشنگتن برای تمدید نامحدود تحریم‌های تسلیحاتی ایران، آمریکا امروز پیشنویس قطعنامه پیشنهادی‌اش را به شورای امنیت ارائه می‌کند. در ادامه این برنامه، درخواست ممنوعیت جلسه مشاوره برای تغییر گرایش جنسی در بریتانیا.
رئیس جمهوری روسیه میگوید دستور داده تولید انبوه یک واکسن ضد کرونا آغاز شود. ولادیمیر پوتین امروز گفت روسیه اولین کشوری است که موفق به تولید واکسن کرونا شده. به گفته آقای پوتین این واکسن روی عده زیادی از جمله دختر خود او آزمایش شده و نتیجه اون از نظر تولید پاتن مثبت بوده. سیو روزنبرگ خبرنگار بی بی سی در مسکو میگوید بعضی از پژوهشگران در غرب میگویند نگرانند مراحل علمی و بالینی در تولید این واکسن رعایت نشده باشد. Well, President Putin was really talking it up this morning. President Putin امروز صبح خیلی از این واکسن تعریف کرد و گفت مؤثر بوده. گفت مسئولیت زیادی ایجاد میکنه. میگفت دخترش رو هم واکسینه کرده و حال او حالا خوبه و پاتن در بدنش زیاد شده. قرار از سپتامبر تولید انبوهش رو شروع کنند و از ماه بعدش هم واکسیناسیون عمومی رو آغاز کنند. ولی اینجا یک اگر هست، اگر بزرگ. هر چند مراحل قانونی تولید این واکسن در روسیه طی شده، دوره آزمایش‌های بالینی اون تکمیل نشده. باید روی هزاران نفر آزمایش بشه تا به سالم و مؤثر بودن واکسن شک نکنن. روس‌ها میگن این مرحله که به فاز سوم مشهوره انجام نشده و حالا تازه میخوان انجامش بدن و همین باعث شده تا حدودی شک و تردید و انتقادهایی از روسیه مطرح بشه. همین هفته گذشته بود که سازمان جهانی بهداشت به روسیه توصیه کرد در تولید این واکسن عجله و شتاب نکنه. سیو روزنبرگ بود. اما برای بحث بیشتر در این مورد دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص پزشکی ژنتیک و استاد دانشگاه بریستول در بریتانیا از همین شهر با ما هست. آقای اشرفیان بناب، بسیاری خوشحال شدن یا شاید یه خوشبینی مطرح شد که این واکسن پیدا شده. باید به نظر شما محتاط بود در این مسئله یا میشه امیدوار بود؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه بی بی سی. عرض کنم خدمت شما که واقعا جای تعجبه و من متاسفانه فکر میکنم اونقدر مسائل سیاسی و رقابت‌های سیاسی بین بلوک شرق و غرب زیاد شده که حالا از یک طرف چین و روسیه، از طرف دیگه آمریکا و کشورهای غربی سعی دارن این مسابقه یا مبارزه رو در واقع به نفع خودشون خاتمه بدن. متاسفانه روسیه خب طبق قوانین سازمان بهداشت جهانی عمل نکرده. در حال حاضر 6 مطالعه و در واقع مرکز برای تولید واکسن ضد کووید 19 که از طرف سازمان جهان بهداشت، سازمان جهانی بهداشت مورد اعتماد هستند و مورد قبول قرار گرفتن، به مرحله سوم تولید واکسن رسیدن. تولید واکسن مراحل متعددی داره، از تولید بعد اجرا و در واقع استفاده از واکسن در جمعیت کوچک و بعد وقتی واکسن نتایج امیدوارکننده بده باید این واکسن در جمعیت بسیار بزرگی استفاده بشه. متاسفانه این واکسنی که روس‌ها حالا معتقدند و پوتین اعلام کرده به عنوان یک شخص سیاسی که مؤثره، این مراحل رو نگذرونده و از نظر علمی کاملا غیر قابل اعتبار و غیر قابل باوره. آیا سازمان بهداشت جهانی هم نباید اون رو تایید بکنه؟ سازمان بهداشت جهانی تنها در صورتی یک واکسن رو تایید میکنه که تمام مراحل علمی در زمینه تولید واکسن و آزمایش واکسن در جمعیت‌های مختلف در لول‌های مختلف انجام بشه. یعنی باید ابتدا در مراحل کوچکتر، در جمعیت‌های کوچکتر و بعد در جمعیت‌های بزرگتر و بزرگتر امتحان بشه. در پایان فاز سوم اون وقت ممکنه سازمان بهداشت جهانی به این نتیجه برسه که بله، این واکسن میتونه نتایج مثبتی داشته باشه. متاسفانه مسائل سیاسی اونقدر در دنیای امروز قوی شدن که به جای اینکه تاثیر یه واکسن در نشریات علمی منتشر بشه، مقامات سیاسی، رؤسای جمهور، پرزیدنت‌ها یا افرادی که کاملاً مناسب سیاسی دارن میان در مورد یک مسئله بهداشتی که مطلقاً ازش اطلاعی ندارن اظهار نظر میکنن، مسئله رو مطرح میکنن. و فکر میکنم ما باید خیلی هوشیار باشیم. تنها اعتماد به سازمان جهانی بهداشت میتونه کمک کنه به کشورها که مشکل کووید 19 رو حل کنه. ممنونم از شما دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص پزشکی ژنتیک با ما.
یک روز بعد از استعفای دولت لبنان، میدان شهدای بیروت محل تجمع معترضان آرام به نظر میرسد و مردم قرار است در محل انفجار به احترام کشته شدگان حادثه شمع روشن کنند و در ساعت وقوع این حادثه ناقوس‌های کلیساها به صدا درآیند و از مساجد اذان پخش شود. در حادثه هفته گذشته دست کم 220 نفر کشته و عده زیادی مفقود شدند. اسرائیل اعلام کرده گذرگاه تجاری کرم شالوم بین این کشور و نوار غزه از امروز تعطیل شده. وزارت دفاع اسرائیل گفته دلیل این تعطیلی ارسال صدها بادکنک‌های آتش‌زا در روزهای اخیر از سمت نوار غزه به داخل خاک اسرائیل بوده. گفته شده بجز کمک‌های بشردوستانه و بنزین، کالایی از این گذرگاه وارد غزه نخواهد شد. شبه نظامیان فلسطینی از سال 2018 از بادکنک‌های آتش‌زا علیه اسرائیل استفاده می‌کنند. با تصمیم دولت موقت بولیوی، انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به خاطر شیوع کرونا برای دومین بار به تعویق افتاد. نزدیک به 10 ماه پیش در پی برگزاری انتخاباتی در بولیوی که گفته شد تخلفات متعددی داشته، اوا مورالز رئیس جمهوری موقت از کشور فرار کرد. حالا طرفداران او با بستن جاده‌ها در چندین ایالت بولیوی برای بیماران نیازمند به تجهیزات پزشکی مشکل ایجاد کردند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. میگوید کاسه صبرشان لبریز شده. دیگر نمیخواهند انتخابات به خاطر ملاحظات کرونایی و بهداشتی به تعویق بیفتد. اینجا بولیوی است و این معترضان عموماً از روستاییان و دهقانانی هستند که از نامزد چپگرای انتخابات این کشور حمایت میکنند. ولی رئیس جمهور موقت یک راستگراست که دوبار انتخابات را به تعویق انداخته. ما مردم بولیوی خواهان استعفای رئیس جمهور موقت و وزرای بی‌خاصیتش هستیم. اونا فقط میخوان به بهانه کرونا و سلامت مردم کشورمون رو چپاول کنن. از مهر ماه پارسال که اوا مورالس رئیس جمهوری چپگرای بولیوی به خاطر آنچه تخلفات انتخاباتی اعلام شد استعفا داد و از کشورش گریخت، خشم هوادارانش از لغو نتایج انتخابات مثل آتش زیر خاکستر بود. از آن زمان تا حالا خیلی چیزها در بولیوی عوض شده. این کشور با جمعیت 11 میلیون نفر از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون رسماً 3400 قربانی داده. این معترضان میگویند کرونا بهانه است، ولی دولت موقت میگوید بستن جاده ها در دو ایالت لاپاز و کوچابومبا مانع از رسیدن تجهیزات پزشکی لازم به بیماران، خصوصا نوزادانی شده که نیاز به کپسول‌های اکسیژن دارند. وقتی نتونیم اکسیژن به این نوزادان برسونیم، نمیتونن زنده بمونند و ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. شاید پایگاه اجتماعی معترضان اقشار فقیر و روستایی باشند. جلوگیری از رفت و آمد تجهیزات پزشکی بیشک این زن روستایی در حاشیه الالتو را خوشنود نکرده. من از رئیس جمهور موقت میخوام جاده ها رو هر جور شده باز کنه. ما برای بچه هامون احتیاج به این کپسول های اکسیژن داریم. انتخاباتی که قرار بود 25 روز دیگر برگزار شود، حالا به 67 روز دیگر موکول شده. و نشانه ای از فرونشستن آتش خشم این معترضان دیده نمی شود. سیاوش اردلان، BBC. در بریتانیا عده‌ای خواستار تعطیلی مراکز مشاوره برای تغییر گرایش جنسی هستند. نخست وزیر بریتانیا این مراکز رو چندشاور خوانده و قول داده این نوع مشاوره روانی رو غیر قانونی اعلام کنه. اما واردی خبرنگار بی بی سی در ایرلند شمالی با مردی که این شیوه رو برای تغییر گرایش جنسی تجربه کرده و ضربه روحی شدیدی خورده صحبت کرده. برنامه‌های استعدادیابی تلویزیونی معمولاً جای مطرح کردن درمان‌های جنجالی نیست. اما ماتیو گرگ، شرکت کننده اهل مالت، وقتی اعلام کرد قبلاً همجنسگرا بوده، سر و صدای زیادی به پا کرد. او الان مدیر خیریه‌ای به نام مشکلات بنیانی است که عقیده دارد گرایش جنسی را می‌شود عوض کرد. I felt like something was deeply wrong with me and that I needed help. گرت دکتری است در منچستر که در ایرلند شمالی بزرگ شده. او 4 سال با سازمان مشکلات بنیانی روان درمانی می‌کرد. I was about 14 years old when I first became aware
14 سالم بود که فهمیدم به مردا گرایش دارم. تو محیطی که بودم حرف زدن راجع به این مسئله سخت بود. آخرش به یه نفر تو کلیسا داستان رو گفتم. اونا من رو به یک روانکاو معرفی کردن. They had known of someone that would be able to offer therapy. با چه ذهنیتی این روان درمانی رو شروع کردی؟ I just knew that I needed to get rid of. فکر می‌کردم باید این قسمت از وجودم رو تغییر بدم و با نیتی 100% وارد دوره شدم. ولی خیلی زود بعد از شروع دوره سلامت روانم شدیداً لطمه خورد و بدتر شد. فشار وحشتناکی رود هست که اطمینان داشته باشی و سخت‌تر تلاش کنی و مشکلاتی که ممکنه باعث این وضعیت شده باشن رو ریشه یابی کنی. Eventually Gareth ended the therapy. در نهایت گرت این درمان رو ترک کرد. او الان علناً همجنسگرا است و در یک رابطه. داغون شده بودم. الان آدم‌های دیگه‌ای دارن همین رو تجربه می‌کنن. در ایلند شمالی مایک دیویدسون مؤسس سازمان مشکلات بنیانی واژه درمان برای تغییر گرایش جنسی را قبول ندارد و میگوید سازمانش از افرادی که میخواهند همجنسگرایی را ترک کنند حمایت میکند. درسته که بخواهیم گرایش جنسی مردم را عوض کنیم در حالی که نمونه های واضحی از ناکارآمدی این روش وجود داره. ما نمیخوایم کسی رو عوض کنیم. مردم هستن که میان دنبال ما چون شنیدن بعضی ها مسیرشون رو عوض کردن. اما دست کم برای عده این خطر هست که سلامت روانیشون خیلی بدتر بشه. بله این نگرانی هست، ولی اولش بهشون این رو گوشزد میکنیم. ما میخوایم آدم ها انعطاف گرایش جنسی رو تجربه کنن و فهمیدیم که وقتی بعد از یک مدت رفتارتون عوض بشه احساساتتون هم عوض میشه. فعالان دیگرباش میگویند هدف این مؤسسه جا انداختن این ذهنیت است که همجنسگرا بودن خطاست. آنها میخواهند این سازمان منحل شود. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته قبل از وضع قوانین جدید دولت در موردش تحقیق میکند. تحقیق میگه که ما نمیتونیم گرایش جنسی افراد رو عوض کنیم و نباید به مراکز درمانی اجازه داد سعی کنن اون رو تغییر بدن. اما تعریف این برنامه و مرزهایش مشخص نیست. اما واردی، BBC نیوز. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید و ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید. تا دقایق دیگه با خلاصه خبر با شما خواهیم بود.